درود بر شما همراهان گرامی و بینندگان وفادار کیوسی به این بسته خبری خوش آمدید در این روزهای سرنوشت ساز و مهم با آخرین اتفاقات میهن عزیزمان در 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستیم حیام ارتش به مردم ایران از اتفاقات شوکه کننده در روزهای پیش رو خبر میدهد اعتصابات نفتی دوباره کلید خورد شعار مرگ بر دیکتاتور در تجمعات اعتراضی کارگران پالایشگاه نفت آبادان در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم پیام ارتش به مردم ایران از اتفاقاتی شوکه کننده در روزهای پیش رو خبر می دهد. به تازگی ویدیویی به دست ما رسیده از اظهارات شوکه کننده یک سرهنگ ارتشی خطاب به ملت ایران مبنی بر اقدام این نهاد مردمی برای پیوستن به اعتراضات این سرهنگ نیروی زمینی در دفتر رسمی خود و در یک پادگان ارتش به مردم مژده حضور و پیوستن ارتشیان را به اعتراضات میدهد پیامی واسه حامنه ای الان حساس ترین لحظات این مملکت فرا رسیده مردم به شدت تحت انواع و اقسام فشارهای روانی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی هستند افسران ارتش افسران شجاع ارتش افسران مردمی و کسانی که واقعا از دل این مردم رشد کردن و بلند شدن هرگز سکوت نمی کنن در مقابل این همه سختی که ملتشون داره بهشون تحمیل میشه ما به وظیفه خودمون عمل خواهیم کرد و از مردم پشتیبانی خواهیم کرد کدوم انسان با شرافتی میتونه تو همچین سیستمی دوام بیاره کدوم ارتشی با وجدان و مردمی و بطن پرستی میتونه تو همچین سیستمی خدمت شرس خیانت کنه به خیانت, خودش ادامه بده این اولین بار است که یک مقام بلند پایه ارتش اینچنین شجاعانه و بی‌محابا به رژیم حمله میکنند و از قیام ارتش بر علیه خامنه ای خبر میدهد نزدیک به یک سال پس از آغاز خیزش سراسری در ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با بحران ترک خدمت و فرار سربازان وظیفه از پادگانها و کلانتریها مواجه است مشکلی جدی که به ویژه نیروی انتظامی و بسیج را با کمبود نیرو روبرو کرده است همزمان حکومت دچار حراس بزرگ و فزاینده از ریزش در بدنی ارتش است سال گذشته سه تکاور ارتش با انتشار ویدیوهای جداگانه به مردم و اعتراضات محسا امینی پیوستند این سه تکاور شجاع بعد از محاکمه در دادگاه نظامی در حال حاضر در بازداشتگاه انفرادی اطلاعات ارتش در حبس به سر میبرند گزارش‌های غیررسمی در مورد اینکه بسیاری از خانواده های سپاه و بسیج راضی نیستند فرزندانشان برای سرکوب مردم به مأموریت اعزام شوند زیاد است گذشته از مخالفت خود خانواده ها با رژیم جمهوری اسلامی موضوع ارتباط مستقیم سرکوب با وجدان افراد و همچنین ترس آنها از رویارویی با مردم خشمگین نیز نقش مهمی بازی می امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به دست کاران نظام هشدار داده فضای مجازی دارد بیداد می کند و جوانان این روزها در حال انجام کارهای هیجانی هستند او توصیه کرده پدرها و مادرها باید بر بچه های خود نظارت کامل داشته باشند و نگذارند که فرزندانشان در دام فضای مجازی بیفتند. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز برای نگه داشتن نظامی ها در حلقه وفاداران به انقلاب اسلامی و رژیم کارزار بصیرت افزایی به راه انداخته است. فرماندهان ارشد و مسئولان عقیدتی سیاسی ارتش به دیدار خانواده بسیجی هایی می روند که در اعتراضات کشته شدهاند گرچه اطلاعاتی درباره کشته شدن آنها منتشر نمی شود و معلوم نیست آنها توسط خودی ها و یا معترضان جان خود را از دست دادند. رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در استانها و نمایندگی های علی خامنه ای مدام در سخنرانی‌ها ها تکرار می کنند ارتش گوش به فرمان فرماندهی کل قواست و ستون استوار نیروهای مسلح است منظور از فرماندهی کل قوا هم سید علی خامنه ای است با اوجگیری خیزش سراسری در ایران عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی نیز هشدار داده بود دشمن با توطئه‌های گوناگون سعی در نفوذ و ایجاد گسست در بدنه نیروهای مسلح و اختلاف بین سازمان های ارتش انتظامی و سپاه دارد. شواهدی که پیدا و پنهان از زبان مقامات مطرح می شوند به روشنی حکایت از حراس بزرگ نظام از ریزش نیروهای مسلح و کمبود نیروی سرکوب دارد. سازمان حقوق بشری هنگاو که بر مسائل و رویدادهای کردستان متمرکز است نیز سال گذشته ویدیوهایی منتشر کرده که نشان میدهد روز چهارم آبان ما در جریان اعتراضات گسترده در شهر سقز ضمن مراسم چهلمین روز درگذشت محسا امینی نیروهای ارتش پس از حجوم سرکوبگران سپاه پاسداران و نیروهای ضد شورش به مردم پناه داده است بر اساس این ویدیوها مردم شعار ارتش حمایت حمایت سر میدهند و به طرف پادگان و خانه های سازمانی تیپ 228 میروند و سربازان درهای ورودی را برای معترضان باز می کنند و به آنها آب میدهند. دهند. ارتشی ها به مردم سقز کمک کردند تا از طریق خانه های سازمانی به محلات دیگر سقز فرار کنند تا به چنگ نیروهای سپاهی نیفتند. در یکی از همین ویدیوها یکی از معترضان میگوید که نیروهای سپاه به سمت خانه های سازمانی ارتش با گاز اشکاور حمله می کنند. او میگوید ارتشی ها به ما پناه دادند. دم همشون گرم. این شخص در ادامه می مزدوران سپاهی دارن ماشین های ارتشی ها را آتش میزنند. در این ویدیو مردم سقز رو به چند ارتشی شعار می دهند. ارتشی تشکر. سقز شهر محسا داخل ارتشیم. مردم داخل ارتش هن. بچه های ارتش از ما حمایت می سپاهو سپاه سری هم سر اصلی هستن. ما دقیقا داخل, داخل ارتشی. یک شهروند امروز با ارسال این ویدیو خطاب به نیروهای سرکوبگر میگوید چطور می توانید به دختر بچه ها و فرزندان هم نوع خودتون اینجور حمله کنید؟ کدام حیوان چنین می کند؟ او از سرکوبگران میپرسد که ماهی دوازده میلیون تومان ارزشش را دارد که شرفتان را برای آن بفروشید؟ با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن محسا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی، مردم ایران خود را برای موج بعدی این انقلاب آماده میکنند. یه چیزایی رو امروز باید بگیم برای بعد چون جنبش ادامه داره رویا روی ما هم ادامه داره اوایل خیزش بود میدون حفظ چار پنج تا دختر جمع شدن آهنگ برایه رو شروع کردن چه شجاعتی چند دقیقه بعد از پیاده و همه جا نیروهای گردن کنوف دروش با دفنگ های زبدری بسته شده میپریدن به سمت اینا اگه میخواییم با سربازای نیروی دریایی آمریکا جنگ کنید اینا بچه های مملکت هم. اینا دختر بچه هم. به عنوان یه انسان فکر کن ببین با دوازده میلیون حقوقی که میگیری این کار رو باید بکنی کدوم حیوان به هم روی خودش هم نمیکنه به بچه هم روی خودش گلهی هم نمیکنه اینا رو گفتم تو سرکوبای بعدی فکر کنید ببینید شرفتون رو چند می 12 میلیون خداییش کمه اگه میخواید این بیشتر باید به شما میلیون رو بدن از کشته شدن مسا یا ژینا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی به عنوان بزرگترین حرکت ضد حکومتی در ایران پس از انقلاب 57 نزدیک به یک سال میگذرد در این مدت جمهوری اسلامی برای خاموش کردن موج سهمگین اعتراضات به اقداماتی متوسل شده است که عملا آن را از ماهیت دولت، ملت و همچنین از وضعیت حکومت قانون اساسی خارج کرده است. جامعه ایران در طول یک سال گذشته به وضوح نشان داده است که آنچه از سوی شهروندان به عنوان هویت مشترک مبنی بر باورها و ارزشهای مشترک فرهنگی و حتی مذهبی پذیرفته شده است در تضاد کامل با مجموعی باورها و ارزشهایی است که حاکمیت آنها را بنیادهای یک هویت مشترک میداند به عبارت دیگر هویت ملی شهروندان و هویت ملی حاکمیت نه در تنافر بلکه در تضاد کامل قرار دارند در نتیجه چنین وضعیتی ملت و دولت هر کدام دیگری را به مسابقه نماینده باورها و ارزشهای بیگانه و همچون عنصری متخاصم می‌بینند جمهوری اسلامی اکنون خود را در آستانه عمیق‌ترین تضاد درونی خود قرار داده است نظامی که مدعی حکومتداری دینی و ملی است برای تحمیل آنچه ارزش دینی و ملی می‌داند به هر عمل ضد دینی، ضد انسانی و ضد ملی دست زده است. کشتن کودکان، کور کردن خردسالان، تجاوز به زنان، تخریب و آتش زدن مزار کشته شدگان و آزار و شکنجه و به اسارت بردن پدران و مادران جان باختگان جمهوری اسلامی را بدل باستابی چندین برابر نفرت انگیزتر از همان دیو و اشقیایی کرده است که بلنگوهای حکومتی دهه ها با آب و تاب از شدت قصاوت و ددمنشی آنها در محرم داستان سرایی کردند. امروزه به لطف دوربین های تلفن همراه این شقاوت و اوریان انکار است و کور و کر و بینا و شنوا را تنها و تنها به یاد شریرترین شیاطین خورناکترین افسانه ها می اندازد. حاکمیتی که شعار استقلال میداد و مدعی بود که بر علیه کاپیتالسیون شوریده است و هر زمانی که قافیه را تنگ میدید به ریسمان ملی گرایی چنگ میزد کارش به جایی رسیده که مستشاران روس و شبه نظامیان لبنان و عراق را برای سرکوب شهروندانش فرا میخواند جمهوری اسلامی به کریهترین نسخه از هر آن چیزی بدل شده است که با ادعای مبارزه با آن به قدرت رسید حاکمیتی عمیقا ضد دین ضد ملت و ضد بشر اعتصابات نفتی دوباره کلید خورد. شعار مرگ بر دیکتاتور در تجمعات اعتراضی کارگران پالایشگاه نفت آبادان. اعتصابات نفتی که یکی از مهمترین تهدیدات علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود، بار دیگر در تابستان 402 کلید خورد. بچه ها پروژه آبادان شرکت اکسی سنعت. ساعت 9.20 دقیقه خروج برای کمپین 1402. باق باق باشید یک تشکل کارگری در ایران خبر داد که کارگران غیررسمی پالشگاه نفت آبادان همراه با کارگران بخش تعمیرات در اعتراض به اخراج چند تن از همکاران فقدان امنیت شغلی و پایین بودن دستمزدها اعتصاب کردند و در تجمعات خود شعارهای ضد حکومتی سر دادند شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت در مورد این اعتصاب که از روز پنجشنبه دوازدهم مرداد آغاز شد اشاره کرد که کارگران اعتصابی به خصوص به دست مزد خود در مقایسه با شرایط کار سخت و طاقت فرسا در زمان تعمیرات اعتراض داشتند این تشکل کارگری نوشت اعتصاب کارگران نفت در شرایط اوورهال به دلیل نیاز فوری مدیریت نفت از بابت بازگشت به شرایط تولید اقدامی شجاعانه و قطعا منجر به موفقیت بوده که تنها راه تحقق مطالبات کارگری است شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت ضمن حمایت کامل از اعتصابات کارگران در پالایشگاه نفت آبادان پیش بینی کرده که به دلیل مطالبات محقق نشده ی کارگران ناکارآمدی قوانین و نبود اراده در دولت و مدیریت نفت قطعا در روزهای آینده اعتصابات کارگری بیشتری روی خواهد داد به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی حدود 350 تن از کارگران شاغل در بخش تعمیرات پالایشگاه آبادان روز دهم مرداد در مقابل دروازه ورودی این پالایشگاه تجمع کرده بودند آنها با اشاره به قولها و بعدهایی که پیشتر از سوی مسئولان داده شده بود، خواستار امنیت شغلی برای خود شدند. کارگران ناراضی افسودند، پس از سه سال کار سخت در گرما و سرما بلا تکلیف مندند و اقدامی برای ساماندهی آنها نمی شود. در سالهای اخیر، همزمان با حرکتهای اعتراضی کارگران، بازنشستگان، معلمان و پرستاران، اعتراضها و اعتصابهایی در پالایشگاه نفت آبادان و همچنین مراکز دیگر نفت و گاز و پتروشیمی ایران روی داده است. یاران و همراهان گرامی فراموش نکنید با نوشتن دیدگاه خودتون در ارتباط با این اخبار و لایک کردن این ویدیو یاری رسان تیم خبری ما باشید. مانا و برقرار باشید. پایند ایران.